وقتی که همکاران ما عزیزان خود را از دست می دهند یا مریض می شوند یا مردم عام افغانستان وقتی عزیزان خود از دست می دهند وقتی ما خبر می شویم دعا می کنیم و جنت برایشان می خواهیم و خداوند در همه جا حاضر است. از اینکه ما واتساپ و فیسبوک و پیام و چیزا چی نمی کنیم این به این معنا نیست که ما بی تفاوت هستیم. این به این معناست که ما می فهمیم که خداوند در همه جاست. وقتی دعا کنی و نمود دعا که از قلب پاک باشه این مهم است. مسئله که من مطرح می کنم تحریم می سپارم. اول یک رهنمود معاشات امتیازی را من در اختیار دارم که در حمل 1400 ساخته شده. وحشتناک است، به سوادان مطلق از همه چیز امروز در این کشور حاکم است. این مدد معاشی که در بودجه‌ها تصویب شده در طی سالها بدون این اجرا شده. آل آمدن یک رهنمود ساختن که از این رهنمود دقیقا خالی کردن سفره اجراست، از مامورین است، از افراد محروم جامعه است، اما به امتیازات بزرگان من جمله وکلا از خود گرفتین، معامله کردین، از کوچکار گذاشتین. ای وحشتناک است. به جایی که در سفره مردم شما افزایش به وجود بیاورین شما کاهش به وجود آوردین. وحشتناک است، وحشتناک. مسئله دیگری که من مطرح میکنم کجا شد 2000 افغانی افزایش معاشات که شما سنگ قهرمانی رو بسته نمیزدین، که شما کمپین ها کردین، در رسانه ها حاضر شدین، چی قداد میزدین تا 300 پروژه خود گرفتین، اما مای عمل شروع شده یک افغانی بهشان داده نشده و حتی گفته داده نمیشه در بودجه وسط سال میاد. مگر ما از گوش خود نشنیدیم که با ما وعده داد که از اول عملی داده میشود؟ چرا خود کر میندازین؟ چرا کارتان که اجرا شد بعد شما چیزی نمیگوین؟ موضوع دیگر به نظر من عدم پرداخت معاشاتی، همان معاشاتی که قانونی است، پیش بینی شده و قبلا پرداخت میشد. 7 ماه داده نمیشه، 8 ماه داده نمیشه، 4 ماه داده نمیشه، 2 ماه داده نمیشه، 7000 5000 معاش است. در تخار ما دیدیم در سرک برآمدن و ممکنه در جای دیگر هم در سرک براین. موضوع دیگر متاسفانه ما بسیار خوشحال شدیم که پرداخت بل برق ماهانه شده. فکر کردیم که مثلا 100 افغانی 2 ماه میپرداختی 50 افغانی میشه، اما حالی در برعکس بلایی که با ما روان میکنن و ما مقایسه میکنیم میبینیم که برعکس اضافه شده. یعنی چیه؟ چرا اینقدر ما بیوجدان شدیم، پست شدیم که به نامهای نیک به چور و چپاول مرد پردازیم؟ چرا کابل یک بل برق دارد، تخار یکی دارد؟ یک دقیقه وقت بده بشه دوست. بچه مولوی صاحب قانونی حق دارم. بنابراین اگر یک بام و دو هواش نده بدیم، حالی یک بام و 34 هواست، برخ یک بیل برق میپردازه، پنشیر یکی میپردازه، بامیان یکی میپردازه، کابل یکی میپردازه، مگر همه اینها شهروند کشور نیست؟ چه فرقی وجود دارد که در کابل به عنوان مثال این مبلغ پرداخته شود و در فلان ولایت مبلغ دیگر پرداخته شود؟ موضوع دیگر که من مطرح میکنم سقوط کامل معارف است. معارف کاملا سقوط کرده. هموطن عزیز وقتی میگوید که نمیدونم در قندهار اعلان شد که 300 بست یا در نگرها 6000 بست، مگر غین کدام وعده خود در کدام کشور عملی کرده؟ حتی در ولسوالی محمد آقا معلمش گرسنگیش با معلم کابل و پنشیر و بامیان فرق نمی کنه. مکتبش اینی چیز، میز نداره، چوکی نداره، خیمه حتی نداره. کاش که در قندار معلم ما سر می بود، کاش که بچه های قندار یا ننگرهار اونا دارای کتاب می بودن، معلم می بودن، لابراتوار می بودن، اما نه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود جناب رئیس، امیدوارم متوجه باشین. اول بسیار مختصر از جنبندی روز چهارشنبه ما شکایت داریم. خونسا برخورد صورت گرفت، تعرض، سوی قصد و حمله بر ما بر خانه ملت بود. با این نوع برخورد مطمئن باشین دیری نخواد شد که دور خانه شما را هم خواد گرفت و روز شاید بخواین که شما را هم مورد یک سوی قصد قرار بتن. توقع ما بیشتر از این بود تا ای که
عدالت تأمین شود و عزت خانه ملت حفظ شود. از طرف دیگر برخوردهای سلیقوی، معیارات غیر قانونی افغانستان به تباهی کشانده. قانون باید معیار برخورد ما و عمل کرد ما باشه، اما متاسفانه تمام رفتارها بر اساس تشخیصها و یقینای شخصی صورت میگیره. یک گروه 4 نفری تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، در کشورهای دیگر، در بعضی کشورها نخبه ها، افراد شایسته با تجربه شورای تشخیص مصلحت نظام است، اما در افغانستان گروه تشخیص مصلحت نظام است که اینا امنیت، انکشاف، توسعه، تعینات، همه چیز بر اساس سلیقه ها و تشخیص ها و یقین های فردی خود اینا تصمیم میگیرند. جنگ ها سلیقه ای شده، تأمین امنیت سلیقه ای است، انکشاف سلیقه ای است، همه برخوردهایی افغانستان را به تباهی میکشانه. جناب رئیس صاحب، دو مورد ما عملیات نظامی در جلریز داشتیم، اما متاسفانه امشب این قطعات بدون هیچ دستاورد از جلریز بیرون شدند بعد از 56 نفر تلفات اردوی ملی. من نمیفهمم که هدف از این عملیات چی بوده. اگر تصفیه منطقه بوده، تأمین امنیت شاهراه و مردم منطقه جلریز بوده، خب هیچ چیزی نشده. برعکس، بعد از 56 نفر تلفات امروز پس اردوی ملی از اونجا بیرون شدند. اگر کدام هدف دیگه بودم، خب مردم افغانستان باید بدانه. همین رقم شما دیدین که چند روز پیش 4 نفر مردم ملکی و مسافر در شهرهای غور کشته شد، شهید شدند، اما هیچ اقدامی از جانب حکومت صورت نگرفت. بعد از وزیر دفاع، بعد از غیابت وزیر دفاع، متاسفانه اردوی ملی ما هم یک اردوی سیاسی شده، در خدمت افراد و اشخاص قرار گرفته. سوی قصد به جان مهدی راسخ است، یک نقص صریح و آشکار قانون اساسی است. ای به حرمتی اوریان در برابر همه نمایندگان عزیز کشور است. در این ارتباط همکارای عزیز ما هم بسیار سرد برخورد کردند، گویا هیچ گونه اتفاق نافتاده، و در جنبندی هم جناب رئیس زیاد توجه جدی صورت نگرفتند. شما به یک نحوی جنبندی کردین که ما هیچی نفهمیدیم، و ما فکر میکنم این قضیه است که مسئولیت وکلا را زیر سوال برده، عزت وکلا را زیر سوال برده، حرمت وکلا را زیر سوال برده. حکومت به حد جری شده و به حد فزن اینا گستاخ شدن که در ورای قانون اساسی که نماینده های مردم در اونجا امو صلاحیتش، مسئولیتش تسجیل است، اونا یک گونه به تفاوت از این قضیه گذشتن، حتی به خاطر حذف فیزیکی اونا اقدام میکنن، ولی نماینده های ما در این قضیه کاملا به تفاوت است. ما دلم برای آقای راسخ نمیسوزه و در روز ده ها مثل راسخ از بین میره، ولی این خانه خانه مردم است و این به حرمتی در برابر کل افغانستان است. در این قضیه همکارای ما و جناب خود شما باید اقدام قانونی خود داشته باشید. مورد آخر ما جناب رئیس، شهادت 4 نفر از دوستان اوریان است که در مسیر راه غور و کابل به قتل رسیدند، که در این راه چندین بار اتفاقات عجیب و غریب صورت گرفتند، و هم خواست به خاطر یک مردم، یک قوم، یک تبار، و بار از اینجا صدا بلند شدند و حکومت در اینجا هیچ گونه اقدام نکردند.